بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. مؤسلین گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای عزوجل را سپاس گذاریم که بر امت مسلمه لطف و عنایات بی حد فرموده و آنها را از آفات و از بلیات به طور اکثر و اغلب حفاظت فرموده. امید است که شما گرامیان هم از گزند روزگار و از آفات و بلیات زمینی و آسمانی کاملا در حفظ و حمایت و نگهداری پروردگار قرار داشته باشید. در جلسه قبل پیرامون برخی از مسائل شجاج، سرشکستگی ها و زخم هایی که دو محل را در بر می گرفت، مثلا شخص دست کسی را انگشتی را می برید یک بندی و متبقی خشک می شد، شل می شد، یا متبقی دست خشک می شد، یا از این قبیل یک انگشت را می برید به انگشت دیگر سرایت می کرد، یا بعضی دندان ها را می شکستان، دندان های دیگر سیاه می شد. تفصیلات این مسائل را در جلسه قبل با شما خواندیم و در این جلسه پیرامون برخی دیگر از مسائل سرشکستگی ها، زخمایی که به چهره و مسره هست، مسائل را صاحب کتاب وضع کرده که میشنویم. قال ولو کسر بعض السن فسقطت فلا قصص. اگر شخص بعضی از دندان را شکستان، قسمتی از دندان را و دندان افتاد، قصاصی نیست. الا علی روایت ابن سماعه، مگر بر روایت ابن سماعه از امام محمد که این مسئله قبلنم ذکر شد. ولو اوزحه موزحتین، اگر شخص را زخم کرد به دو زخم موزحه، زخمای موزحه زخمه هایی که استخوان را واضح می سازد، فتآکلتا، پس یک دیگر را خوردن، یعنی یک سرایت کرد تا به جای دیگر محل ما بین را فرا گرفتند، فهو علی الروایتین هایتین، پس آن هم بر همین دو روایت است. به یک روایت اینه که قصاص نمیشه و بر روایت دیگر اینه که قصاص داره. قال ولو قلع سن رجل، اگر شخص کشید دندان مردی را، فنبت مکانها، پس روید در جای آن اخرى، یک دندان دیگر روید، سقط الارش، آن تاوان دندان ساقط است در قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و قالا علیه الارش کاملا، صاحبین گفتن بران دیت امون یا امو تاوان امو دندان کامل واجب میشه، لان الجنایت قد تحققت، جنایت بدون شک ثابت شده، والحادث نعمت مبتدعت، و چیزی که نو به وجود آمده که صحت سلامتی یا رویدن دندان جدید، یک نعمت آغاز شده و ابتدایی و بار دیگر است من الله تعالی، از الله سبحانه و تعالی. ولهو دلیل امام صاحب این است که ان الجنایت ان عدمت معنا، جنایت از نظر معنا معدوم شده، فسار گردید کما اذا قلع سن سبی فنبتت، مثل صورتی که دندان یک کودک میکنه پس میروید. لا یجب الارش بالاجماع، تاوان او دندان واجب نمی شود به اتفاق، پس در این صورت هم واجب نمی شود. لانه لم یفت علیه منفعتا ولا زینه، زیرا آن شخص فوت نکرده بر این طرف مقابل نه فایده ای را، چون فایده هم که مسئله هضم قضا و به اصطلاح جویدن و نرم کردن باشه، پس حاصل میشه. زینه هم فوت نکرده چون دندان جدید به جای آن رويده. وعن أبي يوسف، از امام أبي يوسف رحمة الله عليه، واجب است
كأنه تجب حكومة عادل، واجب می شود فیصله شخص عادل لمکان الالم الحاصل. درسته که پس رویده زینت حاصل شده، منفعت حاصل شده، ولی درد که حاصل شده او وجود داره و درد احساس درد در کرده و تکلیف درد در متحمل شده. ولو قلع سن غیره، اگر کسی کشید دندان غیرش را، فردها صاحبها فی مکانها، آن را پس بازگردانید صاحب آن در محلش، و نبت علیه اللحم و بران گوشت رویید، فعل القالع الارش به کماله، بر شخص کننده دندان تاوان امان دندان به صورت کامل است. لان هذا مما لا يعتد به، ای که دوباره به جایش گذاشته و گوشت بالایش رویده، ای مورد اعتبار نیست، اعتبار کردن نمی شود با آن. اذ العروق لا تعود، رگها دوباره باز نمی گردد. و کذا اذا قطع اذنه فالسقها فالتحمت، همچنان زمان گوش شخص را برید و او گوش خود در سر جایش گذاشت و پیوست کرد، فالتحمت، پس آن چسبید یا با گوشت یک جا شد، گوشت گرفت. باز هم در این صورت دیت کامل لازم میشه. لانه لا تعود الى ما کانت علیه، این گوش باز نمیگردد به سوی عین حالت اولی که بر آن قرار داشت. و من نزع، کسی که کشید سن رجل، دندان مرد را، فانتزع المنزوعة سنه، پس کشید شخصی که کشیده شده است دندان آن، سن نازع، دندان شخص کشنده را، فنبتت سن الاول، دندان شخص اولی رویید ول دندان از این نروید، فعلى الاول لصاحبه 500 درهم، بر اول بر شخص اولی است برای رفیق آن 500 درهم، 500 درهم باید برایش با عنوان دیت بپردازه، با عنوان تاوان و غرامت. لانه تبین انه استوفى بغیر حق، معلوم شد که این وصول کرده به ناحق، ناحق دندان هیچ بیچاره کشیده. لأن الموجب فساد المنبت، واجب آورنده فاسد شدن همون محل رویدن، ولم یفسد، اینجا محل رویدن دندان فاسد نشده، حیث و نبت مکانها اخرى، به طوری که رویده در جای آن یکی دیگر، فن عدمت الجنایت، جنایت معدوم شد. ولیازا یستعنا حولا بالاجماع، از این جهت است که وقت داده میشه تا یک سال به اتفاق. و کان ینبغی ان ینتظر الیأس فی ذلک للقصاص، و مناسب این بود که انتظار کشیده میشد ناامید شدن در این مورد برای قصاص گرفتن، تا وقتی که اصلا ناامید میشدن از رویدن. الا ان فی اعتبار ذلک، اگر ما کاملا ناامیدی را به طور یقینی اعتبار بکنیم، تضییع الحقوقی، زای شدن حقوق لازم میایه، فاکتفینا بالحول، پس ما اکتفا کردیم به یک سال. چرا؟ لانه تنبت فیه ظاهرا، زیرا که دندان در ظاهر حال همین است که در سال میروید. فاذا مضى الحول، زمانی که سال گذشت ولم تنبت نروید، قضینا بالقصاص، ما فیصله کردیم به قصاص. فاذا نبتت، وقتی که سوز کرد، تبینه، ظاهر شد انه اخطأ، که او خطا کرده، این که ظاهر شد که او خطا کرده و اشتباه کرده، انه اخطأنا فیه، که ما در این مورد خطا کردیم، پس لحاظه در این صورت است. والاستیفاء کان بغیر حق، و وصول کردن یک امر ناحق بوده، پس به این لحاظ باید
غرامت رو بپردازه. و وصول کردن بناحق بوده الا انه لا یجب القصاص، مگر اینکه قصاص واجب نمی شود بر شخص اولی لشبهتی، به خاطر شبهه پیدا شدن، فیجب المال و پس مال واجب میشه. قال ولو ضرب انسان سن انسان، اگر زد انسان به دندان انسان دیگری، فتحرکت دندان از جای خود حرکت کرد، سس شد، یستعنا حولا، وقت داده می شود یک سال، لیظهر تا اینکه ظاهر شود اثر و فعله، اثر فعل آن که میمانه یا میفته. فلو اجله القاضی سنتن ثم جاء المضروب، اگر او را قاضی یک سال وقت داد، بعدن شخص زده شده آمد، و قد سقطت سنه، در حالی که دندان آن افتاده، فاختلف اختلاف کردن، قبل سنتی پیش از سال، فی ما سقط به ضربه، در مورد آنچه که افتاده به زدن آن، ای گفت افتاده، و او شخصی که زده بود گفت نه دندان نیفتاده، فالقول للمضروبه، قول برای زده شده هست. چرا؟ یکون تأجیل و مفیدن، تا اینکه همین مهلت دادن و یک سال وقت گذاشتن فایده دهنده باشد. وازا و این حکم بخلاف ما ازا شجه و موضحتن، بخلاف از آن صورت است که زخم کرد او را به زخم موضحه، زخمی که استخوان را آشکار می ساخت. فجا آمد و قد سارد منقلتن، در حالی که زخمان منقله گردیده، استخوان از یک جا به جای دیگر نقل خورده، از جای خود حرکت کرده. فاختلفا اختلاف کردن در این موردی، گفت که از اثر از اونه، ای گفت نیه. حیث یکون القول قول الضارب، در این صورت قول قول شخصی است که ضرب را انجام داده، قول از اون معتبره. چرا؟ لأن الموزح لا تورس المنقله، زخم موزحه که استخوان رو واضح بسازه، او نمی بخشد زخم منقله را که استخوان را از جایش به جای دیگر انتقال بده. اما تحریک، هرچی که حرکت دادن تأثیر میکنه، فی سقوط در افتادن، فافترقا، پس این مسئله با آن مسئله جدا شد، این مسئله دو مسئله از هم فرق کردن. و این اختلافا فی ذلک بعد السنه، اگر اختلاف کردن در این باره بعد از گذشتن یک سال، یک سال تیر شد، فالقول للضارب، اینجا قول قول شخص زننده است، لنو ينکر اثر فعله، زیرا شخص ضارب انکار میکنه اثر فعل خود را، و همیشه قول برای منکره و همراه یمین. وقد مضى الاجل الذي وقته القاضي، بتحقيق گذشته او مدتی که آن را قاضی مهلت داده، لظهور الاثر، برای ظاهر شدن اثر، فكان القول للمنكر، حرف معتبر و حرفی که مدار قبول است، حرف منکر است. ولو لم تسقط، اگر نیفتاد، نیفتاده بود، لا در آن صورت، لا شیء علی الضارب، بر شخص زننده هیچ چیزی نیست. و ابی یوسف رحمه الله، از امام ابی یوسف رحمت الله علیه روایت، انه تجب حکومت العلمی، فیصله درد و تکلیفی که متحمل شده، او غرامت از او باید افراد عدل و کارشناس فیصله بکنن، یا طب عدلی که چقدر باید برای او هزینه بپردازه. و سنوبین الوجهین، زود است که ما بیان کنیم هر دو دلیل را، بعد هزا، بعد از این انشاءالله تعالی، اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد.
ولو لم تسقط دندان شخص زده ولی دندان نفتاد، ولكنها اسودت، اما دندان سیاه شد. اینجا چه حکمی داره؟ یجب الارش فی الخطأ علی العاقلتی، به صورتی که به خطا زده باشد همون تاوان واجب میشه، تاوان همون دندان از او که پنج شطور تقریبا باشد بر عاقله، بر همون عصبات این شخص قومای پشتی ها. و فی العمد، در صورتی که اگر قصدن زده باشد و دندانم سیاه شده، در او صورت فی مالهی، در مال خود ضارب یا زننده واجب میشه، بر عاقله واجب نمیشه. چرا عاقله میشه خطاها را دیات میدن ولی در عمد آنها غرامت و خساره نمیپردازند. ولا یجب القصاص، ولی قصاص واجب نمیشه ولو که عمدن بوده، در مال خود شخص واجب میشه که امو عرش از او بپردازه، قصاصی نیست. چرا؟ لأنه لا يمكنه ان يضربه ضربا تسود منه، زیرا ممکن نیست برای این طرف، برای شخص زده شده، که بزند همان شخص زننده را آنچنان زدنه که تسود منه، از آن دندان آن سیاه بشود و چیزی که در امکان و در اختیار نبود و مماثلت در آن ممکن نبود، قصاص در آن جاری نمیشه. این اصل، اصل عمده است. و کذا اذا کسر بعضه و اسفد الباقی، همچنان به اساس ضرب و زدن بعضی از دندان را شکستان ولی باقی مانده دندان سیاه شد، لا قصاص، بازم قصاص نیست، چون ممکن نیست که این طرف همونطور بزنه که قسمت بشکنه و قسمت سیاه بشه، لما ذکرنا به خاطر آنچه که ما قبلا ذکر کردیم. در اینجا مماثلت ممکن نیست، پس استیفای آن هم امکان ندارد. و کذا همچنین لو احمر، اگر سرخ شد، اگر سرخ شد او اخضر یا سبز شد دندان، در این صورت ها هم همچنان چون اختیاری نیست، نمیتونه شخص این کار بکنه که به همین رقم پس دندانش سرخ بشه یا سبز بشه، لذا قصاص گرفته نمیشود. ولو اصفر، و اگر دندان زرد شد به اساس زدن آن، قسمت بشکست باقی مانده زرد شد، فیه روایتانی، در آن دو روایته، به یک روایت قصاص گرفته میشه و ممکن است زرد شدن آن، و روایت دیگر اینه که مثل این صورت های قبلی که قصاصی وجود ندارد.